سایت شرکت رو هک کردی، یه آدرس فعالیتی دیگر رو بارگذاری کردی و نمیدونی صاحبش کیه. من اگه اونقدر پول داشتم که زودتر از اینا رفته بودم، وای نمیستدم اینجا گیر کنم. آفری، سه گیری داشتی که موندی دیگه. مگه ولی تو رو ازش نگرفتی؟ رو گفتم نگرانش. همه یه جرم افتاده گردن ایشون. ایشون پاشو بذاره دادگاه بهش حکم اعدام میدن، میدونستید؟ شانس بیاره حبس ابد. چرا؟ چون شما نمیخواین شریکشو معرفی کنید. من اسمشو نمیدونم، قرار بود تو ترکیه هم دیگر ببینیم. اسمش که یعقوبه. این یعقوب خودش آقا بالا سر داره که از اون دستور میگیره. خوب حواستون جمع کنید، غیر از موتوری ممکن کسی هم باشه. بین از مرابطه مالی و اینا هیچ وقت شد بینتون یه اتفاقی بیفته؟ بله خانم؟ من مطمئنم این با یکی هست. من با شراکت تو و کامران مخالفم. این هزار بار اگوش تو هزار بروش حالا بزن 1363. من کتمان نمی کنم که خیلی دلم خنک شد که اون بلا رو سر فریبا آوردم. آقا وسیله آوردم شوهرم آزاد کنم، نامه درخواستشم نوشتم، امضا نمی کنم. سه تا کار سپردیم بهت، گند زدی تو هر سه تاش. داستان چیه؟ سایه دیدم، احساس کردم یکی تو اتاقه، بعد یکی از پشت پرده دوید اومد، من رفتم سمت هموم، در رو از تو قفل کردم، موقع به پلیس زنگ زدم، بعد صدای آرتین رو شنیدم. آرتین خط تلفن منزلتون و موبایلتون از این به بعد توسط آگاهی شنود میشه که اگه باهاتون تماس گرفتن بتونیم ردشون رو بزنیم. یکی از چاقوهاتون کمه. کجاست؟ الو سلام. سلام، کجایید الان؟ دارم راه میفتم، چیزی شده؟ سندتون جواب وثیقه رو نمیده. نمیشه بالاتر برآورد کنی؟ من خیلی واسه شما احترام قائلم، ولی خودتون میدونید خلافه. ولی ناامید نشین، قبلا یه پرونده دست همین پاسپورت داشتم، باهاش آشنام، گزارشم رو تنظیم میکنم، فردا میام دادسرا باهاش یه صحبتی میکنم، شاید راضیش کردی. خیلی ممنون، زحمت همیشه براتون لطف میکنی. خواهش میکنم، این چه حرفیه. خداحافظ. خداحافظ شما. دست از دارم برداری که ندگه تموم میشه. چته؟ درست حرف بزن ببینم چی داری میگی. دو نفر ریختن تو خونم، میخواستم بلای سرم بیارن، نتونستن، بچم رو دزدیدن. آرتین؟ آرتین؟ خب تو چرا الان اومدی اینجا؟ کی به اندازه تو از من متنفره؟
کی حاضر زندگی منو نابود کنه ها؟ کی پیمانو انداخته زندان؟ کسی این کارا رو میکنه؟ همه کاری ازش برمیاد؟ چقدر یه نفر میتونه آدمای دور و برش رو نشناسه؟ چقدر میتونه نفهمه؟ خجالت بکش. کینه یه مگه هست از توی من چی کار دارم به اون بچه؟ پیمانو انداختم زندان، آره من انداختم، میتونستم تورم مینداختم، ولی آرتین مثل بچمه، نمیخوام یه خار تو پاش فرو بره. پریسا پای بچم وسط زمین و زمان رو به هم میدوزم تا پیداش کنم. تنها چیزی که برام مونده اون بچه است. یه مو از سرش کم شه باعث و بانیشو نابود میکنم، میکنم این کارو. فریبا جون، فریبا پریسا زنگ زد، کلی هم پای تلفن گریه و زاری سر داد. اول کار خودتونو میکنی، گند که بالا آوردین اون وقت زنگ میزنیم به ما که بیم ماسمالیش کنیم. با علم شنگ رو انداختن کار پیش نمیره دختر. شما جای من نیستین، نمیدونی من چی دارم میکشم. بله خب حق داریم، بچت گم شده، به زبون ساده است، اما این راه پیدا کردنش نیست. کمک هم کنیم پیداش کنم، قلبم داره کنده میشه. من هنوز تکلیفم با تو روشن نشده، شک میندازی به دل آدم. امروز قسم میخوری فرداش یه مش قرص میندازی بالا به قصد کشت. دوم خروسو باور کنم یا قسم از تباسو. شما فقط حرف منو گوش دادی، از بقیه هرچی نباید میشنیدم و شنیدم. با این کارت که حرف اینو اونو تایید کردی که اگه راست میگی خودتو جمع جور کن، به فکر چاره باش. اگه تلف بشی آبروت برمیگرده؟ برای همین برگشتم، کمکم کنی. حالا چه فکر میکنی کار پریسا هست؟ عکسای من و کامران رو دیده، میخواد تلافی کنه. خب پریسا چی کار به بچه طفل معصوم تو داره آخه؟ میشناسمش، میخواد ضربهش رو بزنه. فقط همین؟ دیگه کی؟ فقط بگو کی؟ شاید یه کسایی که فکر میکنم من و پیمان میدونیم کامران کجاست، آرتین رو دزدیدن، گرو کشی کردن. کیا؟ هرگی کی؟ شما خودت حاضر نیستی برای اینکه کامران پیداشه هر کاری بکنی. این حرفتو نشنیده میگیرم، پاک عقل خودتو از دست دادی احمق. هیچی نگو، هیچی نگو. میخوای همین حرمتی هم که بین ما حسب بمیره؟
با پدرت نون و نمک خوردم. تو یه الف بچه لای دست پای ما بزرگ شدی. خانوادت به حساب کی تو رو فرستادن ترون که واسه خودت آدم شی؟ اون وقت صاف تو چشای من ظلم میزنی، اراجیف رو تحویل من میدی؟ جهان! بچه‌مو دزدیدن. پیمان باز داشته. وسیقم به مشکل خورده. بله. من گفتم جهان، تو جهانی؟ بله، نه، دستشون من بود الان میاد. خیلی خوب. یه کار تموم شد، برو خونت. چشم. اول حرفاتو مزه مزه کن، بعد بریزش بیرون. آخه اگه شما از جای کامران خبر داشتی، من احتیاج به این کارا داشتم که بفهمم جاش کجاست. چه مزخرف میگی دختر؟ به هر حال فقط با پیدا شدن کامران این قائل فیصله پیدا میکنه. بچه تو آرتین مثل نوی خودم میمونه. به جهان میسپارم که بیفته دنبال پیدا کردنش. حالم دست خودم نیست، ببخشید. بله آقا جلال. ای بشین، کارت دارم. نگران نباش، یه کاریش میکنم. جناب سرکورد، بعدی مدارکی دارن که نشون میده شما از گم شدن آقای زاهدی خبر داشتی؟ چه مدرکی وقتی من اصلا در جریان نبودم؟ ببینید خانم، شما خودتون مشاور حقوقی هستین، بهتر میدونید. با این وضعیت برید دادسرا براتون سنگین میبرن، چون کاملا مشخصه بین بیت کوین‌ها و گم شدن آقای زاهدی یه ارتباطی هست. آقا من فکر میکنم شما عکس‌ها رو گذاشتید توی شرکت، یعنی تنها کسی که میتونسته این کارو کرده باشه خود شما هستید. اون روزی که کامران زاهدی گم میشه بهش زنگ میزنن، میگن دیگه پیگیر ماجرای بیت کوین‌ها نباش، وگرنه عکس‌ها رو منتشر می‌کنه. شما که میفهمید شریکم ایران نیست، دوست پسرتون، نامزدتونم که میترسید اون حوالی آفتابی بشه، میمونه خود شما. آقا چه ربطی داره؟ هزار نفر تو اون شرکت رفت آمد میکنن، هر کسی میتونه عکس‌ها رو گذاشته باشه اونجا، من نذاشتم. نه نمیتونستم، به خاطر اینکه فقط شما در جریان بیت کوین بودید. اینجوری پیش برید همه چیز به نام شما نوشته میشه. نوشته بشه شما نمیتونین ثابت کنین. وقتی من کاریو نکردم مدرکی نداریم بخواین ثابت کنین. من کاری نکردم، نمیتونین ثابت کنین. چرا میتونین؟ خداحافظ. پاشنی در شرکت از جو در بردن، بعد یه فکری واسه شون بکنیم. این از داستان کامران، پسر پیمانم بهش اضافه شد، مال باخته هم روش. خب بگو نواینده هاشون بیان ببینیم حرف حسابشون چی. آخه من میگم یه ذره کشش بدیم، اینا بخوان قانونی هم پیش برن، حالا حالا باید دنبال پولشون بدوان. حق و ناسه، نمیشه از زیرش در بریم. نداشم به حرف و حدیثی که بعدم پشت سرمون را میندازن نمیارزه. شما عقبتون تو بازار مشخصه، کسی به این خوز اولاد گوش نمی کنه. من میترسم چهار سبا دیگه اینا شاخشونه بکشن، کل پولشونو بخوان. خب اصل سرمایهشونو بهشون میدیم، جمع کنن این بند و وسطو. برم امارت؟ نه نه، برو خونه خودت. فردا کله سرباز پاشم بیام شرکت. اون روزی که کامران زاهدی غیب شده، یک کسی به هیچ زنگ زده گفته اگر پاتو از ماجرای بیت کوین نکشی کنار، عکسای خصوصی تو با فریبا مقدم پخش میکنم. سوالم اینه، برای چی به همسرش نگفتن؟ چرا پویش رو آنتری کردن؟ نمیدونم، اینو باید از اونی که زنگ زده بپرسید. میخوام از تو بپرسم. من چیزی نمیدونم.
تاکی؟ یعنی چی تاکی؟ یعنی تاکی نمیدونی؟ تا موقعی که همکارات کارشون با کامران زایدی تموم بشه اون موقع بعد میدونی؟ چقدر پول گرفتی؟ خیلی؟ بهت وعده وعید دادن؟ شما چرا همه چی رو با هم قاطی میکنی؟ چون قاطی کردم. گم شدن زایدی هیچ ربطی به بیت کوین ها نداره. ما فقط میخواستیم با عکس رو بترسونیمش تا نیفته دنبال ماجرا. تا وقتی که از ایران بریم همین. شما دو سری عکس چاپ کردین. یه سری رو گذاشتین تو خونه کامران زایدی، زنش دیده رفته آبروریزی رو انداخته. من از این چیزا خبر ندارم. ببین. اگه میخوای با من بازی کنی یا حتی همچین قصدی داری، از این موضوع ساده نمیگذرم. شما اگه چیزی علیه من داشتی تا حالا 100 بار دادگاهیم کرده بودی، ثبت نمیکردی که. اینا رو تو بازداشتگاه یاد گرفتی. با همسرت هم سلام مشورت کردی؟ مشاور حقوقیه دیگه سحر خانم، درست میگم؟ بهت نگفته که کو تا دادگاه به سر خوب این فاصله رو من و تو هستیم، کار داریم ما هم دیگه. چرا انقدر پای سحر رو میکشیم وسط؟ پای هر کسی که دلم بخواد میکشم وسط. ماجرای گم شدن کامران زاهدی، آدم ربایی، قتل، همه رو میندازم گردن شما اون سحر خانم، فهمیدی؟ من دیگه با شما حرفی ندارم، میخوام با آقای چیتساز حرف بزنم. برو دعا کن کامران زاهدی پیدا شه، وگرنه یه کاری میکنم رنگ بیرون رو دیگه نبینی. جدی میگم این کارو میکنم. بعد میخوام ببینم این دوستا و همکارا و همدستا هیچ کدوم میان یه سری بهت بزنن. حالا ساکت باش، خود دانی. راستی این دوستات خبر داری پسر پیمان رو دزدیدن؟ خوبه که بدونی. فقط دارم بهت میگم ببین این کار داره به کجا کشیده میشه. شناسنامه و کارت ملی تو بردار، بهت میگم کی کجا باشی. Thank you.
شما هیچ کدومتون خبر نداشتین که یه گاف صندوق توی این اتاق بودم؟ نه واقعا. حتما بازم خبر نداشتین که کی اینو نصب کرده؟ نه ما اصلا نمیدونستیم گاف صندوق تو اون اتاق، چه برسه به اینکه بدونیم کی نصبش کرد. یعنی یه نفر تو این شرکت نیست که بدونه کی میاد کی میره. دیوار رو سوراخ کردن، یک گاف صندوق 100 کیلویی رو توش جاساز کردن، شما نفهمیدین. دیشب تا صبح اومدن کل گاف صندوق رو خالی کردن، بازم شما نفهمیدین. وقت وقتی به تو میگم نفهم، به تیری جقباتون بر میخوره. برو بگو تمام دوربین رو چک کنن. کسی توی اتاق نمیره، دست به هیچی هم نمیزنه تا پلیس بیاد ببینیم چی به چیه. اینی که دیگه حتما فهمیدین. حساب این مال باخته ها رو بگیرین، بهشون بگین که از چند روز دیگه تیکه تیکه طلباشون صاف میشه. اونایی هم که پول درشت گذاشتن واسه شون چک میکشیم. گل درشتاشون رو دعوت کنید حضوری بیان اینجا، اما به گوششون برسونین این پول از جیب آقا جلاله، توقع زیادی نداشته باشن. مطمئنشون بکنین که این قضیه فیصله پیدا میکنه. حالا یه چند روز این بر اون بر دندون رو جیگر بذارم تا من اوضاع اینجا رو سرسامون بدم. در ضمن حواستون باشه، از این به بعد هر چی ضرر بکنیم همه توش سهیمن، همه باید توون بدن. آقا جسارت، هم ما خودمون ضرر کردیم، تاوان چیو باید پس بدیم؟ آقا جلال، شما روزای اول نبودین، پریسا میدونه، نبودیم ببینیم مردم چه قشقرقی به پا کردن. بعدش هم که پلیس اومد وسط، عنان کار از دست همه در رفت. مثل اینکه شما حالیت نیست، اینا همه زیر دست شما، هر خبط و خطایی بکنن همه به پای تو نوشته میشه. حالا آروم باشیم بفهمیم بعد چیکار بکنیم دیگه ها. یه فکری بعد کرد، فکر میکنم برای اولین قدم باید از نماینده های مردم دعوت کنیم بیان اینجا باشون جلسه بذاریم، نه آقا جلال؟ حالا اونو آقا صمدی خودش را سوریس میکنه، من با تو یه کار دیگه دارم. سند و خونه تو برو بذار، این پسر رو بیارش بیرون، من وقت نمیکنم برم. آجر من سند بذارم پیمان بیاد؟ آخه اصلا دیگه اما آخه نداره که، من که نمیخوام باشه آشتی کنی که، رو سند بذار بیارش بیرون. همین مطمئن باش اینجوری به صلاحه. برو دیگه. چشم. و اما تو جوان جاهل، من نمیدونم کامران تا حالا باهاتون چجوری رفتار کرده، ولی از این به بعد با من طرفین. مرخصت کردم؟ خودم اومدم بیرون، اومدم کمکت کنم. نه به کمک تو احتیاجی نداره،
اینجوری میکنی؟ خجالت بکش. چرا اینجوری حرف میزنی؟ بعد ماجرای کامران رو تموم کنی. جلال قبول کرده تو بیگناهی. جلال؟ تو جلال رو دیدی؟ رفتی پیشش؟ آره؟ به خاطر تو خیلی غلط کردی رفتی پیش جلال. به خاطر من خیلی بیجا کردی. به خاطر تو رفتم تو رو از اینجا بیاره بیرون. مشکل من پلیسه. تو کامران رو دیدی؟ آره. ما قرار گذاشت یه اسلحه گذاشته بود توی ساکه به ام کلک بزنه مثلا. قبل از اینکه پلیس ما رو ببینه در رفتم. چجوری کشوندت سر قرار؟ یه قرار گذاشتی؟ یه پیامک بهم داد، گفت قضیه اونجوری که فریبا برات تعریف کردم نیست. از کجا میتونه من چی به تو گفتم؟ میدونستم دارم بازیمون میدم. من حالم خوب نیست، دارم میمیرم. چی شده؟ با تو هم بگم چی شده؟ آرتین چی؟ نفهمیدم. گردمش تو اتاق در قفل کردم، سر صدا اومد، من بردم بچه رو. بیم آروم. بچه هم کجاست؟ با تو هم میگم بچه هم کجاست؟ چه بلایی سر آرتین اومده ها؟ با تو هم میگم چه بلایی سر بچه هم اومده؟ کجاست؟ فیما نکن اینجوری، حالش خوبه. یه ویدیو ازش دیدم حالش خوبه. یعنی چی ویدیو ازش دیدم حالش خوبه؟ بچه هم کوچیک اذیت میشه. آقا مونتر چه خبره؟ من اینجا چی کنم؟ بیا کمک کن من از اینجا ببری. اینجا چی کار میکنم خدایا؟ آقا سرکار رسو تشریف میاری با شما. ولی میتونی جناب سرگرد بعدی رو برام پیداش کنی؟ یه مشکلی برام پیش اومده. جناب سرگرد نیستش. شمارشو داری باش تماس بگیر، بگو پیمان پویش گفت پسرمو دزدیدن. شمارشو ندارم. بیا برو هر جوری که میتونی منو از اینجا در بیار، بکش بیرون ببینم چه خاکی میتونم سرم بریزم. هارد مدار بسته هارم زدن. این دوربینای هتل آره؟ با این یارو مامور آگاهی تماس گرفتی؟ تو راهه. یه زنگی هم بزن به این شرکت که گاف صندوق رو نصب کرده، ببین که این کار کردن که هیچی خبر نداره. اینجوری شاید فهمیدیم کار کی بوده. معلومه کار خود کامرانه. چطور؟ این گاف صندوق ها فقط با اثر انگشت باز میشه. ممکنه دفتر رو به هم ریخته که فکر کنیم دزدی شده یا به زور آوردنش. البته یه احتمال دیگه ای هم هست. چی؟ به این گاف صندوق ها چند تا اثر انگشت میشه داد. ممکنه کامران اثر انگشت کسای دیگه ای هم داده باشه تا وقتی خودش نیست بتونن گاف صندوق رو باز کنن. زودتر زنگ بزن به این شرکت رو بیان بررسیش کنن. دوربین های مدار بسته این اطراف رو چک کن، شاید یه چیزی گیرون اومد. جهان آمار همه اموال کامران رو درآر، ببینیم چی تو اون گاف صندوق بوده. باشه. یه سند دیگه جون شده این سند چفتش کنیم کار رو افتاد. یه تجنیس بریم سند دیگه. خیلی مردم واقعا لطف کردیم، من نمیدونم چه جوری باید جور باز کنم. خوشمون نه کار چی؟ شده کار بروز میشه.
تو اینجا چیکار میکنی؟ کارات انجام شد؟ نه. فقط به خاطر آرتی. شده از شرکت زدم بیرون، ولی هنوز خیلی اونجا بودن. شما خودتون ایده ای در مورد اینکه چی ممکنه تون گاف صندوق نگه داشته باشن ندارید؟ دیشب آخرین نفری که از شرکت رفت بیرون کی بود؟ من که داشتم میرفتم آقا جلال و آقا جهان و فریبا خانم بودن هنوز. فریبا مقدم؟ بله. چیکار داشتن اینجا؟ نمیدونم. آقای جلال کجاست؟ اتاق کنفرانس. جناب سرگرد، کار من تمام شد. از همه کسایی که اینجا هستن اثر انگشت بگیر. یه لیست هم تهیه کن از کسایی که نیستن، اثرشون کن بیانه داره واسه انگشت نگاری. بله؟ باشه قربان. ظاهراً دیشب شما آخرین نفری بودید که از شرکت رفتید بیرون، بله؟ بله. قبلش که اینجا بوده؟ جهان. قبلش؟ فریبا. چی کار داشته؟ بچهش گم شده، اومده بود از من کمک میخواست. منم بهش قول دادم هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم. وقتی با من حرف میزنید بهم نگاه کنی. کاری انجام دادی؟ نه. نه شما، نه پادوتون. اولا جهان پادو نیست، رفیقمه. دوما بهتر نیست شما سرتون تو کار خودتون باشه، زودتر عقبی ما رو پیدا کنین؟ داره دیر میشه. شما اگه خیلی دلتون میخواد عقبیتون پیدا شه، بهتره به من زنگ بزنید. اینقدر مزاحم سرهنگ نشید. از دفتر خونه با هم تماس گرفتم. خب شهرک ویلایی بود که چند سال پیش به مشکل خورد، همونی که همش به نام کامرانه. دیگه نیست. یعنی چی؟ همون موقع همش به اسم فریبا شده. هیچ معلوم هست این دختره چی کار داره میکنه؟ خود کامران به اسم فریبا کرده. برم سراغش؟ اول برو به این پیمان خبر داشته یا نه که با دست پر بری سراغ فریبا. هنوزم میخوای بدهی کامران رو صاف کنی؟ چطور؟ ممکنه همه چی رو جمع کنه، فلنگ رو ببنده و بره. من اونو بزرگش کردم، دل همچین کاری نداره. اگه بخواد زیرا بیبره از سهم خودش پول مردم میدم. حیرون این فریبا هم که نکنه همه چیزی رو سر خودشه و ما رو انتر و انتر خودش کرده. برو بیارش.
بعد بریم سب توقیف بخونم تو هم بد باشه. سلام. سلام. من براتون پیداش بکنم. سیستم قطع شده. بعید بدونم این کارتون انجام بشه. شما نامش رو بده لطفاً، من خودم میبرم اونجا صحبت میکنم. پرینت ازتون قبول نمیکنه که، باید بشینه رو سیستمش. شما یه لطفی کن پرینتو مهر کن، من خودم ببرم اونجا، شاید تا برسم سیستم بسته شده باشه. تشریف داشته باشین، سیستم بیاد بالا چشم. سرا برگه آزادی پیمانو بگیری، من کار فوری پیش اومده، باید برم. آخه چه کاری از این فوری تر؟ آرتین چیزی شده؟ وایسا ببینم. باشه یک برو زود برگه. آقا جلال گفته بیفتم دنبال پیدا کردن پسرت. خب پس چرا اینجایی؟ کاش این کار رو بکنی، من خیلی نگرانم، اصلا گیجم این تو، دستم از همه جا کوتاهه. میرم، شاید اینجوری به کامرانم رسیدیم، کمکم کن. هر کاری بگی، چیکار کنم، چیکار میتونم بکنم برات. چقدر از اموال زنت خبر داری؟ اموالی نداره، هرچی بوده مال من بوده، نصف کردیم. یعنی تو نصف اموالتو به اسم زنت کردی، اونم نصف اموالشو به اسم تو کرده؟ آره. اموالش کجا بود؟ میگم مال من بوده، هرچی بوده. یه شهرکی ویلای کمپلت به اسم زنته، قبلا مال کامران بوده. ازش خبر داشتی؟ نه، خبر ندارم. مطمئنی؟ آره، از اموال کامران استعلام گرفتم، رسیدم به اسم زنت. یه جا به جای گنده انجام شده چند سال پیش. نمیگذره. جونو بچهت یک کار کن، من از اینجا بیام بیرون، بیافتم دنبال پسرم، ببینم بیرون چه بلایی داره سر من میاد، ببینم چیه، چی شده. اونو ردیفش میکنم، بیتکوینا، کامران، پسرت، قضیه سندا، خالی شدن گاوصندوق، این تو رو به چی میرسونه؟ نمیدونم، مغزم کار نمیکنه. منظوری تو بهم بگو. ببین، حال زنت خرابه، بچه‌ت هم دزدیده شده، اما تنها شاهد ماجرا زنت بوده. یعنی تو الان میخوای بگی که فریبا بچه منو دزدیده؟ ببین حرف تو دهنم نذار. فریبا دنبال کارته که آزادت کنه، پریسا هم رفته دنبال سند. خب از چی میگی؟ حالا بیارین از جا بیرون دیگه، یه کار بکنید. خیالت راحت باشه، بچه تو پیدا میکنیم. کی به این یارو اجازه داده بازداشتی رو ببینه؟ قاضی پرونده. چرا این کاری کرده؟ کیه مگه برو؟ نمیدونم. جناب سرگرد. بله. یه چیزی میخواستم بهت بگم. بفرمه. کمکت میکنم، کمکم کن. کمکم میکنی؟ کی هستی مگه تو؟ شرط و شروط برام نذار. اگه چیزی داری بگو. یه شهرک ویلایی که مال کامران بوده، چند سال پیش به اسم فریبا شده.
اون چیزایی رو هم که از کاف صندوق زدن احتمالاً در همین رابطه بوده. حله؟ از کجا میدونی اینا رو؟ الو، یه ماشین میخوام در اختیار. عجله دارم، اگه دیر میشه خودم میام دم آژانس. بله بله، من خونم. چی شده مگه؟ پشت تلفن بگین. من باید برم دادسرا دنبال کارای پیمان، دیرم میشه. باشه باشه. بچه‌م کجاست؟ میشه